آنچنان که در ده دلیل ائتلاف جهانی مبارزه با مجازات اعدام آمده بود، بسیاری از خانواده های اعدام شدگان با این مجازات غیر انسانی مخالفند. من فکر میکنم نه تنها مادر من، همه مادران خاوران، تمامی مادران جان باختگان و خانواده هایی که داغ عزیزاشون رو دیدن، به طور قطع اولین خواستشون نه به اعدامه. ما دیگه نمیخوایم هیچ کس به هیچ جرمی، دیگر اندیشی، مذهب، هر آنچه که در هر حکومتی جرم محسوب میشه، به اعدام محکوم بشه. من فکر میکنم این اولین خواستشونه. دومی خواسته ای که من فکر میکنم خواسته فراگیر و عمومی تمامی دادخواهان هست، اینه که ما خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت یابیم که با نظارت خانواده ها هم باشه، که بتونن به چگونگی و چرایی این قتل عام ها و این کشتار ها بپردازن، عاملین و عاملین این جنایات برای ما شناسایی بشه، به چه جرمی عزیزای ما اعدام شدن، در کجا، به چه شکلی اعدام شدن، کجا دفن شدن، وصیت نامه وسایلشون کجاست. ما هیچی نمیدونیم. این نقشه ای که شما رنج و خاک و تمام اون چیزهایی رو که در این نقشه من الان میبینم، ممکنه فقط علامت و این پرچم ها باشه، ولی هر کدوم از این پرچم ها نماد یک در واقع گور جمعیه. عزیزای اینجا دفنن، خانواده های اینجا عزادار شدن، داغدار شدن. این فقط یک نقشه نیست. من فکر میکنم، من از وقتی وارد شدم واقعا حتی جرئت نمیکنم پرچم ها رو بشمارم، ببینم در کجاها هستن. این برای ما مفهوم داره. ما امیدواریم روزی برسه که در واقع پرچم دادخواهی ما برافراشته بشه و ما بتونیم عاملین و عاملین این جنایات رو شناسایی و مسئولین. الان آقای رئیسی مگه یکی از عاملین این جنایت نبوده؟ تمام اینا تک به تک باید محاکمه بشه.